بهداشت روان. درود فراوان بر شما به شنونده ها و بیننده های خوب آینه در اقصی نقاط این کره خاکی، به خصوص در میهن عزیزمون ایران. امیدوارم که روزهای آرامی رو در زندگی داشته باشید علی رغم طوفان های فراوانی که به حال در زندگی وجود داره، ولی یکی از ویژگی های ما انسان ها اینه که بتونیم به هر صورت زندگی کنیم و از زندگیمون بهره ببریم، لذت ببریم، چرا که یک بار بیشتر زندگی نخواهیم کرد. من دکتر حسین عبداللهی ثانی هستم، روانپزشک و روان درمانگر از تورنتو کانادا، و طبق روال هر هفته امروز هم ما بحثی رو در ارتباط با سلامت روان خدمت شما خواهیم داشت. به اتفاق یار همیشگی هم آقای دکتر عباس آزادیان، روانپزشک از تورنتو کانادا، همون گونه که هفته پیش به شما قول دادیم، بحث مهم و جالبی رو که شروع کردیم در ارتباط با هوش ما و هوش مصنوعی، یک میهمان عزیز و برجسته ای رو داریم که متخصص در این زمینه هستن و تخصصهای مختلفی دارن، و زنی از ایران زمین که بسیار توانایی ها داره، و من هفته پیش ایشون رو خدمت شما معرفی کردم، خانم دکتر ترانه جوانبخت، که امروز هم دعوت ما رو قبول کردن و تو این برنامه با ما هستن، و با وجود گرفتاری های فراوان که دارن، من منت بر ما گذاشتن و ازشون تشکر فراوان میکنم. و خلاصه بگم، برای اینکه یک رزومه پروپیمون دارن که وقت ما اجازه نمیده، ولی ایشون فیلسوف هستن، دکترای فلسفه و مستر فیزیک، مستر شیمی، بیوشیمی، و بالاخره دکترای هوش مصنوعی دارن که ما در این ارتباط با ایشون برنامه گذشته و امروز رو دنبال خواهیم کرد. خانم دکتر سلام علیکی با بیننده ها و شنونده ها داشته باشین، و بعد عباس عزیز تا من بحث رو شروع بکنم. سلام به شما آقای دکتر عبداللهی و مهمان گرامی برنامه آقای دکتر آزادیان و بینندگان خوب برنامه تون. ممنونم خانم دکتر. عباس عزیز بفرمایید. خیلی ممنون حسین جان، منم از شما و خانم دکتر تشکر میکنم. من حسین جان یه یادآوری بکنم قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، که با توجه به وقتی که خانم دکتر دارن و تمام کارهایی که درگیرن و مشغولن، واقعا خیلی ارزشمنده برای من و مسلما برای ما که ایشون اینجا حضور دارن، و حضور داوطلبانه. من تکیه بکنم که همه برنامه‌هایی که ما تولید میکنیم، واقعا همه عزیزانی که از جمله خودمون که اینجا هستیم، به شکل داوطلب به خاطر عشقی که به شما مردم داریم این کار رو میکنیم، و دوست دارم که این تکیه بشه، برای اینکه خانم دکتر واقعا سرشون خیلی شلوغه و خیلی لطف کردن که اینجا اومدن در کنار ما هستن. ولی منم عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان و شنوندگان شبکه آینه. خوشحالم که این هفته هم در کنار شما و در کنار دکتر حسین عبداللهی ثانی عزیز هستم. ممنونم از تذکر به جاتون، و در ادامه منم خدمتون بگم که ما در مباحث سلامت روان که صحبت کردیم، یکی از ویژگی های انسان های سالم از نظر روانی، کسایی تعریف کردیم که به سمت کارهای بشر دوستانه، اکتیویستی و کارهای داوطلبانه فقط به خاطر در واقع رشد روانی خودشون میرن و انجام میدن. و در این ارتباط هم من عباس واقعا اینو شروع کردیم، و مهمانان عزیزی هم که ما دعوت میکنیم، یکی از ویژگی هاشون هم اینه که همشون با علاقه و با اراده و خواست خودشون میان و به برنامه ما کمک میکنن. من از بنیاد آینه و داریوش عزیز که پایه‌گذار این بنیاد بوده و به ما هم یاری میکنن که ما
این مباحث رو بتونیم به گوش شما و به نظر شما برسونیم تشکر میکنم. خانم دکتر ترانه عزیز، دفعه پیش من حرف شما رو ناتمام قطع کردم به دلیل زیق وقت برنامه، راجع به تاریخچه هوش مصنوعی بود من از شما پرسیدم، اگر چیزی به این مبحث به تاریخچه میخواید اضافه کنید بفرمایید تا من سوالای دیگه‌ای که دارم از شما باز بپرسم. در برنامه قبل من در مورد تاریخچه هوش مصنوعی گفتم که از یونان باستان شروع شده، برای اینکه در واقع مفهوم ربات رو در یونان باستان به کار گرفتن یونانی ها و این چیز جدیدی نیست، یعنی اینطور نیست که ما در قرن 20 یا 21 مفهوم ربات رو داشته باشیم، اما به کار گرفتنشون فقط به کار گرفتن ذهنی بوده در آثار خودشون، ولی ساخت ربات رو ما از قرن 20 میبینیم که شروع شد، برای اینکه تعریف هوش مصنوعی در واقع برمیگرده به نوآوری های آلن تورینگ که تست تورینگ هم در این زمینه خیلی معروف هست و بعد هم به کنفرانس در دارتموت در سال 1956 که در واقع اصطلاح هوش مصنوعی رو به عنوان فناوری برای ساخت ماشین‌های هوشمند در نظر گرفتن و این در واقع نوآوری جان مک‌کارتی هست که این مفهوم رو در واقع وارد کرد. و مورد دیگه هم در سال 2020 بوده که راسل و نورویک، اینا کسایی هستن که تولد هوش مصنوعی رو به عنوان یک فناوری برای قرن 21 نوید دادن و در قرن حاضر در قرن 21 ما می‌بینیم که سطح بالایی از توانایی‌های ذهنی انسان رو داریم می‌بینیم که در آزمایشگاه‌های مختلف روی ربات‌ها دارن کار می‌کنن و برای یادگیری زبان، برای طرح ماشین‌های پیچیده که ربات‌ها بتونن این کارها رو بکنن یا مهارت‌های پیچیده که انسان‌ها دارن، اینها رو می‌بینیم که در حال انجام هست در آزمایشگاه‌های مختلف و این در واقع کاریست که پیشرفت خواهد داشت در سالهای آینده و بعد ببینیم که به کجا میره. ممنونم خانم دکتر، خیلی جالب بود، اشارات جالبی راجع به تاریخچه هوش مصنوعی کردید که از زمان یونان باستان در واقع توسط فلاسفه احتمالاً بحثش بیان شده و تا امروز رسیدیم به اونجایی که خب این به صورت یک واقعیت در زندگی ما در اومده. عباس عزیز، شما در قسمت اول برنامه هفته پیش راجع به رابطه هوش و انطباق پذیری انسان اشاره کردید. من دلم میخواد راجع به این بیشتر صحبت کنیم، چگونه هوش به ما کمک میکنه که با شرایط زندگی، تغییرات زندگی، مشکلات زندگی، امروز ما فراوان داریم، تغییرات خیلی عجیب تو زندگی ما ها اتفاق میفته، چجوری این هوش رو ما کمک میکنه راجع به این موضوعات؟ خیلی ممنون حسین جان. هفته پیش من در تعریف هوش گفتم که هوش توان انسان برای یادگیریه و توان استفاده از این یادگیریه برای اینکه با محیط خودش بهتر خودش رو انطباق بده، سازگاری پیدا بکنه از جمله با جامعه. در نتیجه سازگاری یک جنبه خیلی مهم هوشه، یعنی هوش اگر در نهایت به درد انسان نخوره اصلا تکامل چطوری نگرش می‌داشت؟ مسلما علتی که هوش ایجاد شده و رشد کرده و به اینجا رسیده که ما الان رسیدیم اینه که از لحاظ انطباق با محیط برای انسان مفید بوده. چیزی که ما میدونیم اینه که محیط هم روی هوش تاثیر میذاره، یعنی بر اساس اینکه انسان در چه محیطی زندگی میکنه ممکنه جنبه هایی از هوشش رشد بکنه که در یک محیط دیگه اون جنبه ها رشد نمیکنه. بذار یه مثال بگم، مقایسه کردن آمریکایی‌ها رو یک سری دانش آموزان و دانشجوهای آمریکایی رو مقایسه کردن با بچه‌هایی که توی نیجریه رشد کردن. بچه‌هایی که تو نیجریه بودن وقتی که یک ظرفی رو توش برنج میریختن خیلی راحت‌تر و دقیق‌تر میتونستن میزان برنجی که تو این ظرف راست رو تخمین بزنن و آمریکایی‌ها توان خیلی کمتری از این زاویه از این جنبه داشتن. یعنی این خودش یه جنبه هوشی هستش دیگه، درسته؟ و چرا این توانایی در بچه‌های نیجریه بود؟ چون که برنج
خرید و فروش برنج یک چیز جنبه اساسیه تو زندگی این بچه ها و در نتیجه به تدریج یاد گرفتن، محیط بهشون کمک کرده که این جنبه تواناییشون بیشتر بشه. جالبه که وقتی همین بچه ها رو با هم مقایسه کردن از لحاظ حدس زدن طول یک چیزی، بچه های نیجریهی توان کمتری داشتن از بچه های آمریکایی. پس نکته‌ای که اینجا مهم است و مطرح است اینه که اولا هوش کمک میکنه که انسان با محیطش بهتر انطباق پیدا بکنه و در ضمن محیط به انسان و به اون جنبه هایی از هوش بیشتر کمک میکنه که بیشتر به درد کار روزانه انسان میخوره. همین بحث امروزی که ما در مورد هوش مصنوعی داریم، خب خود این هم یک توان هوشی انسان رو نشون میده که هوش انسان به اون جایی داره میرسه که میخواد هوش مصنوعی ایجاد بکنه و تصورش اینه و به نظر میاد که تصور درستی هم باشه که این هوش مصنوعی میتونه در نهایت زندگی انسان رو بهتر بکنه و کار انسان رو بهتر بکنه. ما حتی تو کار روزانه خودمون هم ما الان شروع کردیم دیدن این مسئله که هوش مصنوعی میتونه به ما کمک بکنه و خدمت بکنه. به عنوان یک روانپزشک، من وقتی که یک چیزی رو میخوام سرچ بکنم، جستجو بکنم برای یک مریضی اگر سوالی برام هست، الان هوش مصنوعی خیلی سریعتر و با دقت بهتر منو به جواب میتونه برسونه تا اینکه به شکل سنتی، حالا سنتی که میگم، خودم برم روی گوگل و شروع بکنم به سرچ کردن و تحقیق کردن که جواب این سوالی که در مورد دارو یا یک بیماری یا وضعیت یک بیمارم که دارم این جوابش چی هست. بفرمایید. ممنونم ترانه عزیز. ما این روزا توی هوش مصنوعی ادراک حسا رو خب خیلی راحت میبینیم، حسای خب بینایی که کمراها دوربینها رو استفاده میکنه ازش و حس بویایی، حس شنوایی، یعنی حس پنجگانه رو به نظر میاد که هوش مصنوعی شاید دقیقتر و بهتر از انسان داره یاد میگیره و نشون میده. در قسمت های دیگه چطور؟ شما اشاره کردید دفعه قبل، آیا هوش مصنوعی خلاقیت بش با تعریفی که از انسان داریم داره؟ یعنی چیزی رو بک‌گراند رو نداشته باشه، یک دفعه یه چیز رو خلق کنه، از خودش مثلا فرض کنیم شعر بگه، یا اینکه یک طنزی رو درست کنه و بگه و بدونه که به این طنز میتونه بخندونه، نوآوری داشته باشه، یا تو آرت مثلا از خودش چیزی رو خلق کنه، یه چیز هنری رو خلق کنه. این شاید سوالای جالبی باشه شما، چون تو همه زمینه‌ها من میدونم این حتما راجع به این فکر کردید و اطلاع دارید، به ما بگید الان چگونه است وضعیت هوش مصنوعی و چگونه راجع به آینده ما راجع به این فکر. ما نبوغ و استعداد و خلاقیت رو کنم به عنوان تداعی ایده ها و تفکر قیاسی چیزها در نظر میگیریم، یعنی تا وقتی که ما ایده ها رو تداعی نکنیم در ذهنمون، یادآوری نشه برامون، و تا وقتی که یاد نگیریم، یعنی تکرار نکنیم ایده ها رو، و تا وقتی که مقایسهشون نکنیم، نمیتونیم وارد مرحله خلاقیت بشیم، یعنی نوآوری کنیم در این زمینه و ایده های جدید بسازیم. این یه مورد. و مورد دیگه این که سوالی که هست که برمیگرده به سوال شما، این که تا چه حد ربات‌ها میتونن این کار رو انجام بدن. ما باید اول در نظر بگیریم که چند نوع خلاقیت داریم. ما سه نوع خلاقیت کنن داریم. یک نوع از خلاقیت در واقع ترکیب کردن چیزهایی هست که نو و بدی هست و احتمال هم نداره، یعنی چیزایی که غیر محتمل هست ولی ما انسان‌ها اونا رو در نظر می‌گیریم و اینها رو با هم ترکیب می‌کنیم. این یه نوع خلاقیت هست. نوع دیگه از خلاقیت، خلاقیت ایده‌های جدید هست که ما میایم در واقع اون چیزی که در ذهنمون ذخیره شده از نظر ذخیره‌های مفهومی، اینا رو میایم به کار می‌بندیم و در واقع از حافظه‌مون استفاده می‌کنیم. این هم یه نوع خلاقیت هست. اما نوع سوم خلاقیت در واقع بر اساس تغییر دادن یک بُعد ذخیره شده در ذهن ما هست. یعنی مثلا فرض کنید یه ایده رو ما داریم و اون ایده رو تغییر می‌دیم.
که اون ایده در حافظه ما ذخیره شده و میام یک ایده جدید ازش میسازیم. این سه نوع خلاقیت رو دارن کار میکنن که در ربات‌ها بتونه انجام بشه، اما هوش مصنوعی در واقع بیشتر بر اساس استفاده از مدل هست، یعنی مدل‌های کامپیوتری که به کار میبرن. مثلا امروز ما میبینیم که برای نقاشی یا گرافیک هوش مصنوعی قابل استفاده هست، ماشین‌هایی هست که خلاقیت داره، نقاشی رو به طور مستقل از افراد بشر به طور مستقل انجام میده، خود ماشین نقاشی میکنه یا ربات کار گرافیکی انجام میده. اینا کارهایی هست که در زمینه هنری انجام شده و قابل کاربرد هم هست به بخش‌های دیگه هنر یا کارهای ادبی. حتی میشه تصور کرد که ربات‌ها در آینده رمان بنویسن، میشه تصور کرد که ربات‌ها در آینده کتاب بخونن. الان هم هستن ربات‌هایی که هست کتاب میخونن برای بچه‌ها و از این نظر میشه گفت که کار خلاقانه در واقع انجام میدن و این موارد در واقع موارد تحقیقاتی هست که تو آزمایشگاه در حال انجام هست برای اینکه ربات‌ها رو به کار بگیرن تو همه حوزه‌ها و از خلاقیت و استعدادی که ما داریم به عنوان انسان‌هایی که ما تولید کننده هستیم، ما سازنده هستیم تو این کره خاکی، ربات‌ها هم بتونن همین نقش رو داشته باشن. بله، خیلی جالبه و ممنون از این توضیحات که دادید. واقعیت اینه که خب هنر یه قسمت مهمی از زندگی ما انسان هاست و ارزش ها میآفرینه و افراد زیادی تو این زمینه فعالیت دارن. اگه هوش مصنوعی بخواد وارد این حوزه بشه، شاید مقداری از ارزش کارهای هنری کاسته بشه، چون به راحتی ایجاد میشه. نظر شما چیه خانم دکتر؟ من فکر میکنم هم میشه مثبت به این قضیه نگاه کرد هم منفی، چون معمولا الگوریتم ها پیچیده هستن و گاهی وقتا انسان ها بعضی موارد رو در نظر نمیگیرن. مثلا فرض کنید در گرافیک اگر که قرار باشه که هوش مصنوعی از انسان جلو بزنه، به نظر من مورد بدی نیست. یعنی میشه کاربردهای مختلف الگوریتمایی رو که در آن واحد چندین مفهوم رو در واقع پردازش میکنن دید تو کارهای گرافیکی، موردی که شاید برای ذهن انسان خسته کننده باشه، یعنی لزوما مورد منفی نیست. بله ممنون. بله راجع به اینم بحث خواهیم کرد. این قسمت برنامه ما وقتش داره تموم میشه و راجع به این که خب واقعا هوش مصنوعی چه نقش بیشتری رو تو زندگی ما باز خواهد کرد و چه میزانی مفیده یا از نگاه بعضی ها چه میزانی ممکنه مضر باشه، تو ادامه برنامه با ما باشید. این بحث رو با خانم دکتر صحبت خواهیم کرد، منتها یک دقیقه کمتر عباسشان وقت داریم. شما نظره چیه راجع به این سوالی که من از خانم دکتر کردم؟ سوالتون یه بار دیگه بپرسید. من راجع به خلاقیت و ورود هوش مصنوعی تو آرت، تو هنر، توی ابداع، توی خلق، حالا هنر که خانم دکتر گفتن خب توی این زمینه داره وارد میشه، نظر شما چیه؟ حالا اینکه هوش مصنوعی تا چقدر وارد شده خانم دکتر بهتر میدونن، من قدر ولی جنبه ای که به هر حال هنوز انسان رو برجسته میکنه توان خلاقیتشه، توان تصور موقعیت هایی که حتی شاید واقعی نباشه. توی ادبیات ما اینو میبینیم، تو شعر اینو میبینیم، تو رمان میبینیم، تو نقاشی میبینیم. یعنی انسان بتونه چیزهایی رو تصور کنه که حتی واقعیت وجود واقعیت نداره. خانم دکتر در مورد تاریخچه هوش مصنوعی اشاره کردن که یونان باستان هم حتی مسائل مطرح شده بود. این طبیعت همیشه ای انسان بوده. ژول ورن وقتی که توی قرن 18 کتاباشو مینوشت چیزهایی رو تصور کرد که همه بهش میخندیدن که واقعا شما این تصورات چیه که داری میکنی و مگر این چیزها امکان پذیره. و فکر میکنم الان تمام چیزهایی که تو داستانهای ژول ورن اون موقع تخیل حساب میشد الان واقعیت شده دیگه، از هواپیما بگیر تا زیردریایی بگیر و غیره. میدونم وقت نداریم. خیلی ممنونم عباس عزیز، وقتمون تو این قسمت برنامه تموم شد. ممنون که با ما بودید و ازتون دعوت میکنم تو قسمت دوم برنامه امروز هم با ما باشید بعد از اینکه استراحت کوتاه
شما برمیگرد. شما بیننده آینه هستید. درود فراوان بر شما و ممنون از اینکه امروز هم با ما هستید. من در قسمت دوم برنامه امروزمون راجع به هوش ما و هوش مصنوعی در خدمت شما هستم. به اتفاق مهمانان عزیز آقای دکتر آزادیان و خانم دکتر ترانه جوانبخت. عباس جان، ما میتونیم چون بحث ما همیشه بحث سلامت روانه، ما نگاه به سلامت روان داریم در هر زمینه که صحبت میکنیم، هوش هم یکی از اون زمینه هاست. آیا میتونیم بگیم افراد باهوشتر از نظر روانی سالمترن؟ ارتباطی وجود داره یا چجوری میبینید؟ نظر شما راجع به این چیه؟ راجع به این صحبت کنید، چون خیلی این توی کلینیک ما این مبحث رو داریم. وقتی میخواییم راجع به یک بیماری صحبت کنیم، اونایی که مراجعه کردن یا همراه ها میگن اصلا این گونه نیست، این آدم آدم سالمیه، برای اینکه خیلی باهوشه، برای اینکه مدارج بالای دانشگاهی داره. از این بابت گفتم این رو مقداری با هم باز کنیم ببینیم قضیه چیه. خیلی ممنون حسین جان. بذار سوال یه ذره کلی‌تر حسین من نگاه بکنم. مسئله هوش و سلامت روان، آیا کلن چه رابطه‌ای بین هوش و سلامتی و سلامت روان و بیماری وجود داره؟ اگر به کتاب تشخیص بیماری‌های روحی روانی ما توجه کنیم، می‌بینیم که ما فقط وقتی در صحبت هوش می‌کنیم باهوشا رو می‌بینیم. موضوع اینه که یه طرف دیگه معادله کسانی هستن که از لحاظ توان هوشی ضریب هوشی خیلی پایینی دارن و این گروه رسما بین به عنوان بیماری یا عقب موندگی ذهنی درجه بندی میشن. و خب توی کتاب تشخیص بیماری های روانی اینها رو به 4 دسته ملایم و شدید و خیلی شدید و دیگه پروفاند یا خیلی عمیق و گسترده دسته بندی میکنن. پس هوش خیلی پایین که شاید 2% 3% پایین اون منحنی هوشی باشه جزء بیماری های روانی تقسیم بندی میشه. هوش از یک زاویه دیگه در رابطه با بیماری روحی روانی میتونه مورد توجه قرار بگیره و اون اینه که و اون شاید نکته ای باشه که شما مطرح کردی، یعنی یه فردی که باهوشه شاید بتونه بهتر بیماری رو درک کنه، بهتر خودش رو درک کنه، بهتر عادت هایی رو که باعث میشه فرد با اون عادت ها بیمار بشه یا بیمار نشه اینا رو درک بکنه و در نتیجه تغییرات مناسب رو در خودش و در محیطش ایجاد بکنه برای اینکه جلوی بیماری رو بگیره. و این با اون تعریفی که من از هوش دادم منطبقه، یعنی اگر هوش رو توانایی یادگیری و استفاده از این یادگیری ها برای انطباق با محیط در نظر بگیریم، اینجا هوش نقش مثبتی میتونه داشته باشه برای جلوگیری از بیماری، یا اینکه اگر بیمار شدیم برای اینکه اون بیماری رو بهتر درمان کنیم، سریعتر درمان کنیم. ولی آیا آدمایی که خیلی باهوشن، آدمای سالمترین، متاسفانه مطالعات اینو نشون نمیده. یه مطالعه که طبعا اخیراً در اومد و به 2%، خب میدونید این مطالعات یه تعداد خاصی، تعداد محدودی رو میگیره و تو اون تعداد محدود توجه میکنه و ممکنه که طبیعتاً همه کسانی که هوش خیلی بالایی رو دارن مورد توجه قرار نمیده. ولی تو این مطالعه خاص به حدود 3000 نفر که جز 2% بالای ضریب هوشی بودن، که چیزی معادل بالای 130 میشه از لحاظ IQ یا ضریب هوشی، وقتی به اینها نگاه کرده بودن میزان افسردگی و بیماری های طیف افسردگی در اینها حدود 30% بود و میزان بیماری های استرابی از جمله وسواس تو اینها حدود 20% بود و اینها این عددها خیلی بیشتر از عددی هستن که ما قبلا در مورد صحبت کردیم و نرم جامعه است. یعنی حدودا بیماری های استرابی اگر در مجموع بهشون نگاه کنیم تو جامعه حدود 10% و همینطور بیماری های خلقی و افسردگی طیفشون حدود 10%. پس کسانی که
ظریف هوشی خیلی بالایی دارن ممکنه برعکس در معرض بیماری های بیشتری از لحاظ روانی باشن. حالا در مورد چرایش شاید وقت نباشه امروز بخوام صحبت بکنیم، ولی من خیلی خلاصه اگر بخوام اشاره بکنم، نگاه من اینه که ظرفیت ذهن انسان محدودیت های خاص خودشو داره و وقتی که این ظرفیت ها مقدار زیادیش صرف یک جنبه میشه، خب مقدار کمتری برای چیزهای دیگه میمونه. در نتیجه اگر ما از لحاظ ریاضی خیلی قدرت زیادی داریم، معنیش اینه که نقاط بیشتری، حجم بیشتری از مغز صرف ریاضی میشه و شاید مقدار کمتری از مغز صرف انطباق اجتماعی فرد میشه. و من این تو بیمارام دارم. من عملی بخوام بگم حسین جان، دیروز با یکی از مریضام صحبت میکردم، یک تست رو داده بود برای یه شغل تقاضا کرده بود، 890 نفر برای این شغل تقاضا کرده بودن و این تست کاغذ و قلم رو داده بودن و ایشون بالاترین نمره رو آورده بود. وقتی که برای مصاحبه رفته بود خیلی بد مصاحبه کرده بود، ولی دعوتش کردن گفتن میخوام ببینیم که تو چی شده که توی تست نوشتنی از همه نمرت بالاتر بوده ولی تو تست اجتماعی و گفتگویی که با مصاحبه کننده داشتی انقدر نمرت پایین بود و اصلا قابل مقایسه نبود. و شاید این نکته‌ای رو که من اشاره کردم تکیه بتونه بکنه این مثالی که براتون زدم. بله ممنونم عباس عزیز. شاید این قسمت رو جا نداشته باشه ما خیلی بحث بکنیم. یکی از شاید ابزارهایی که ما داریم توی روان پزشکی و روانشناسی برای اندازه‌گیری هوش ابزارهای کاملی نیستند و هوش رو به طور کامل در واقع و جامع در اختیار ما نمیذارن. به همین دلیل هم ما نمیتونیم واقعیت بسنجیم ببینیم چگونه هوش میتونه کمک کنه که انسان از خودش بیشتر مراقبت کنه، خودآگاهی داشته باشه، بیماریشو مراجعه کنه، بهتر تشخیص بده. ما توی کلینیک افراد رو داریم که با هوش بالایی که با تعریف امروزی هوش داریم ولی اون جنبه ها رو ندارن. یکی از جنبه هایی که خب امروزا توجه میشه هوش در واقع هیجانیه و هوش احساسیه که خیلی مورد توجه قرار گرفته. قسمت هایی از اون شامل همدلی، خود رو جای دیگران گذاشتن، تفکر خلاق، تفکر نقادانه است و جنبه های دیگری که به این قسمت که انسان ها دارن و بعضی ها توش ریاضی خیلی بالان تو این قسمت کم ترن. من میخوام بحث رو برگردنم بخوام دکتر ترانه عزیز، آیا تو این قسمت، یعنی قسمت هایی که من اشاراتی کردم به هوش هیجانی، توی زمینه هوش مصنوعی کارهایی شده؟ آیا اصلا میشه تصور کرد که یه روز این احساسات رو هوش مصنوعی پیدا کنه، بفهمه ما غمگینیم، بفهمه نیاز به همدلی داریم، ما رو آروم کنه، برای ما ترانه‌ای بخونه، قصه بگه یا امید بده به آینده فقط از روی احساسی که ما داریم؟ هوش مصنوعی به عنوان فناوری جدید میتونه به ایجاد امپاتی یا مهربانی یا احساس یگانگی در ربات ها منجر بشه. این برای ما شاید یه مقدار تصوری به حساب بیاد و ناشدنی، اما امکان شدنش هست. ما اگه مثلا هوش هیجانی یا هوش شناختی رو در نظر بگیریم که مواردی مثل شناخت یا ارتباط با جامعه یا مواردی که از نظر عاطفی برای ما مهم هست رو به صورت مشترک دارن، این هوش هیجانی در واقع با هوش عمومی که در واقع استفاده از مفاهیم و کاربردهای اونها هست، یک وابستگی متقابل، یک برهمکنش متقابل در ما انسان‌ها داره و ما می‌بینیم که مهربانی، همدلی تو هوش مصنوعی هم در سال‌های اخیر استفاده شده و همدلی در واقع بخشی از هوش هیجانی هست. همدلی توانایی این هست که انسان بتونه شخص دیگه‌ای رو درک کنه و احساس کنه
و این هست که ما بتونیم بینش صبورانه و صمیمانه با جهان اطراف خودمون داشته باشیم. و به عنوان مثال در هرم مزلو، ابراهام مزلو روانشناسی که در این زمینه کار کرده، هوش هیجانی در واقع در بالای سلسله مراتب این هرم قرار میگیره و ما میبینیم که بعد از این هوش هیجانی در هرم مزلو ما نیاز به تعالی از خود و وحدت عاطفی رو داریم. و این دو مورد هم از مواردی هستش که امروز روی ربات‌ها دارن کار میکنن و در سیستمایی که هوشمند هستن، در زمینه هوش مصنوعی اینها قابل کاربرد هستن، ما ببینیم که محققا دارن در استفاده از این سیستما به سمت هوش عمومی مصنوعی میرن که همدلی در این صورت میبینیم که یک بُعد ضروری هست برای توسعه این سیستم‌های هوش مصنوعی. همونطور که هوش انسانی با هوش مصنوعی متفاوت هست، همدلی مصنوعی هم با همدلی انسانی متفاوته. یعنی ما این دو تا رو باید با هم یکسان در نظر نگیریم. همدلی مصنوعی یا همدلی در هوش مصنوعی مبتنی بر موقعیت‌ها هست و در انسان‌ها ما نیت‌ها رو هم می‌تونیم در نظر بگیریم که بر اساس نیت‌های مناسب این همدلی میتونه انجام بشه، که همدلی قابل آموختن هست. این مهم هست، یعنی میشه در هوش مصنوعی در سال‌های آینده دید که یادگیری ماشین رو که ما الان در حال حاضر داریم، این در واقع همدلی در هوش مصنوعی که یه سری از محققا دارن روش کار میکنن با یادگیری ماشین در واقع بتونه انجام بشه. به عنوان مثال، یک مثال عینی من برای شما بزنم در مورد کسایی که بیمارانی که دچار زوال عقل هستن و درد رو حس میکنن، ربات ها امروز این کار انجام میدن. یعنی از این نظر پزشکی پیشرفت کرده، ربات ها میتونن بین پزشکا و پرستارا و بیمارا به عنوان واسطه عمل کنن، به این معنا که اطلاعات رو، داده ها رو جمع آوری میکنن و بعد برنامه های درمانی رو اصلاح میکنن. این دو مورد مهم هست که ربات ها امروز انجام میدن و در واقع جای برخی از پزشکا هم حتی گرفتن. ربات ها میتونن حتی با پرستارها برای اینکه روی بیماران نظارت داشته باشن همکاری کنن و حتی در بعضی از مراکز پزشکی میبینیم که سعی میکنن حتی ربات ها رو به جای پرستارا به کار ببرن و در بخش مراقبت های روزانه از ربات ها استفاده میکنن. و این خیلی مهم است، یعنی نشون میده که در واقع ربات ها میتونن این کارها رو انجام بدن و در بخش مراقبت های روزانه در واقع از همین امپاتی یا همدلی در واقع و اینکه چطور در ربات ها دارن روش کار میکنن استفاده میکنن، برای اینکه ربات ها بتونن تشخیص بدن که فردی که فرض کنید دچار زوال عقل هست یا فردی درد رو حس میکنه، چطور ربات جایگزین این در واقع عدم احساس درد بشه توی فرد بیمار. یا حتی ربات هایی ما داریم که اینا کتاب میخونن به عنوان کتابخوان هوش مصنوعی، در واقع ما میتونیم از اونها یاد کنیم. این ربات ها میان بخشایی که خاطر انگیز هست از این داستان و از کتاب در نظر میگیرن و برای بچه تعریف میکنن و به این صورت باعث میشن که بچه از کتاب لذت ببره. این در واقع یک کاربرد عینی از همدلی هست که در هوش مصنوعی موزه میبینیم که استفاده شده و البته جا داره که بیشتر توسعه پیدا کنه. بله، خیلی ممنون. خیلی جالبه بحثایی که شما میکنید و اطلاعاتی که راجع به هوش مصنوعی به ما میدید. عباس جان، شما در مورد تفاوت‌های هوش، اندازه‌گیری هوش و ابزارهایی که داریم و همچنین انواع هوش که من اشاره به هوش هیجانی کردم، اگر چیزی باقی مونده، چیزی تو ذهنت هست بفرمایید که ما بحث انسانیشو بکنیم، بعد من برگردم به بحث هوش مصنوعی بخوام. حسین جان اگر اجازه میدید من به جای اینکه جواب سوال شما رو بدم یه سوال از خانم دکتر بپرسم در مورد مسئله هوش، مسئله عاطفی و مسئله درک حس دیگران. نمیدونم اجازه رو میدید؟ خواهش میکنم. باشم، بفرمایید. خانم دکتر، ما وقتی که در مورد امپاتی، درک حالت دیگران صحبت میکنیم در انسان، یه البته میدونم که این چیزی هست که قابل آموزش هستش و طبیعتاً اگر میتونیم به انسان یادش بدیم، میتونیم به ماشین هم یادش بدیم، به هوش مصنوعی هم یادش بدیم که حس دیگری رو درک بکنه. من دانشجو زیاد داشتم و تو پروسه کار یادگیریشون دیدم که از جلسه اول که میان تا 2 سال، 3 سال، 4 سال بعد که درسشون تمام میشه، چقدر این تواناییشون برای اینکه
موقعیت بیمار رو درک کنن اضافه میشه. ولی در هر انسانی ما تصورمون اینه که کودک که یاد میگیره، یعنی شرط اساسی رو حداقل تو ذهن من این بوده، شرط اساسی امپاتی، درک حالتهای دیگران، اینه که من حالت خودم رو درک بکنم، حالتهای عاطفی خودم رو درک بکنم و یه کنترلی روی حالتهای عاطفی خودم و شناختی روی حالتهای عاطفی خودم داشته باشم. اون درک حالتهای عاطفی خودم به من اجازه میده که حالتهای دیگران رو درک کنم. برای مثال اگر کسی درد داره میکشه، من چون که درد کشیدم درد اونو بهتر میتونم حس بکنم. اگر افسردگی رو تجربه کرده باشم، افسردگی اونو بهتر میتونم تجربه کنم. ولی آیا قابل تصوره که هوش مصنوعی یا ماشین این توانایی رو پیدا بکنه که اصلا احساس داشته باشه که بعد بخواد احساس دیگران رو درک بکنه یا نه؟ در مورد هوش مصنوعی و ماشین همه چیز بر اساس الگوریتم هست. یعنی اینطور نیست که ماشینا با نورونای حسی ما افراد بشر رو داشته باشن. یعنی همه چیز مصنوعیه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اون حسی که ما داریم رو ماشین ها به اون صورت داشته باشن. ماشین ها در واقع بر اساس الگوریتمی که نوشته میشه میتونن تا یه حدی این امپاتی و همدلی رو داشته باشن، ولی در واقع نوعش و مقدارش با ما افراد بشر فرق میکنه. همیشه این تفاوت هست به خاطر اینکه ماشین ها نورونای مغزی رو ندارن، بر اساس الگوریتم کار میکنن. بله ممنون. یه موضوعی که من امیدوارم در آینده اگر موفق بشیم این بحث رو بذاریم در رابطه با روان‌پزشکی و هوش و فلسفه، هم دکتر در این زمینه هم صاحب نظر هستن. امروزه خب یافته ها نشون میده که ما یک قسمتی از وجودمون هست به اسم ذهن یا مایند که این جدا از مغزه، درسته در ارتباط با مغزه ولی فانکشن مستقیم مغز نیست. همونجور که عباس عزیز گفتن، یعنی ما امپاتی رو نمیتونیم در جایی از مغز لوکالایز کنیم که اینجا مرکز امپاتیه. یعنی بر اساس فانکشن های پیچیده نهایتا امپاتی ایجاد میشه و قابل یاد گرفتن هم است. و من ببینم چقدر دیگه وقت داریم، 2 دقیقه. خانم دکتر، آیا میشه تصور کرد که یک هوش مصنوعی، ماشین مصنوعی اخلاق مدار ما بتونیم داشته باشیم؟ من میدونم شما در زمینه در واقع اتیک هم نظر دارید تو فلسفه. آیا اینم میشه به ماشین یاد داد که اخلاقی باشه؟ با استفاده از الگوریتم من فکر کنم تا حدی بشه تعریف کرد، یعنی مفاهیم رو به صورت قیاسی به ماشین میدن، منطقه همش به صورت در واقع فرمالایزد هست. اونطور نیست که ماشین بتونه درکی که ما از مفاهیم داریم داشته باشه، ولی میشه روش کار کرد و من ندیدم که مقاله‌ای ندیدم که تو این زمینه باشه. شاید مقاله جدید در بیاد در سال‌های اخیر، شاید کار کرده باشه، من ندیدم، ولی قابل انجام هست تا حدودی و جالبم هست این موضوع. برای اینکه مفاهیمی که از نظر اخلاقی، مثلا فرض کنید مفاهیمی مثل کمک کردن، فرض کنید همین همدلی که شما میگید از نظر اخلاقی، یا جاستیس در واقع عدالت، مفاهیمی که هستن که میتونن در واقع تو هوش مصنوعی وارد بشن، ولی اینا همه به صورت قیاسی هست. یعنی ماشین باید بتونه مفاهیم رو که پردازش میکنه، چون همش با الگوریتم پردازش داده ها هست در ماشین، اینا رو باید بتونه با هم مقایسه کنه و بعد تو اون شرایط خاص به کار ببره. چون موضوع فقط این نیست که مفاهیم رو بتونه از هم تشخیص بده، موضوع این هست که در چه شرایطی اینها رو بتونه به کار ببره، و فکر میکنم که جا داره روش کار کنن. یعنی واقعا یک موضوع نوپا هست و بعد روش کار بشه. ولی در حال حاضر بیشتر استفاده از هوش مصنوعی در این سمت و سو نیست، بیشتر کاربردهای پزشکی داره، برای اینکه ربات‌ها بتونن جای پرسنل پزشکی، در واقع پزشکا، پرستارا و اینا رو بگیرن. و حتی ما می‌بینیم که امروزه از ربات‌ها به عنوان ربات‌های قاتل استفاده میشه برای ساخت در واقع سربازها که بتونن جای سربازای عادی رو بگیرن در جنگ ها. اینا رو ما داریم که خب در واقع بحث ضد اتیک یا ضد اخلاقیش هست.
یعنی خیلی کمتر در این زمینه سمت اخلاقی کار شده، بیشتر روباتیک و هوش مصنوعی و استفاده از ماشین ها و الگوریتم ها برای کاربردهای دیگه بوده. بله، ما اگه بخوایم به این موضوع فکر کنیم، اتفاقا انسان هم وقتی میخواد از انسانهای دیگه استفاده بکنه برای کشتن دیگران، اول باید اخلاق رو درش از بین ببره و بعد بخواد از اون استفاده منفی رو بکنه. بس بنابراین روی اخلاق بودن ربات ها شاید کار نکنه، اصلا به نفعش هم نباشه. یه سوال دیگه بکنم خانم دکتر؟ فکر نمی‌کنم وقت داشته باشیم. بله، یک دقیقه مونده که نمیشه بحث کرد. سوالای زیادی هست و ما دو جلسه داشتیم، فکر می‌کنم مباحث زیادی مونده، و چون واقعا به شکل امروزی هوش مصنوعی یک مدل نوعیه، هنوز هم خیلی جا داره. امیدوارم در آینده‌های دور و نزدیک ما بتونیم با ابداعات جدیدی که در هوش مصنوعی به وجود میاد بازم بحث‌های دیگری رو داشته باشیم. قطعا سوالاتی تو ذهنتون هست، به اون رو جواب بدیم. ممنون که تو برنامه امروزم با ما بودید، امیدوارم که استفاده لازم رو کرده باشید. اگر سوالی داشتید، نظری داشتید، حتما از طریق ایمیل برنامه که در ذیل برنامه خدمت شما ارائه میشه با ما تماس بگیرید و نظرتون رو بدید، سوالاتون رو بپرسید. و من باز از خانم دکتر ترانه جوانبخت تشکر میکنم و از عباس عزیز که تو برنامه امروز ما بحثای جالب رو ارائه دادن. مراقب خودتون باشید، روزهای خوبی رو در پیش داشته باشید. تا برنامه های بعد. بهداشت روان